درود بر عزیزان، فیلمش اول آموزش عملی ورد رو برای شما من دنبال میکنم تو سری مباحثی که داشتیم عزیزان. در اینجا ما چند تا سوال هست که این سوالات رو حل میکنیم تا عزیزان بتونن با سوالات امتحانهای فنی اپی بهتر آشنا بشن. عزیزان ما اولین سوال رو میخونیم. سند زیر رو گفته ایجاد کنید، متن زیر رو با مشخصات داده شده در آن تایپ کنید. از آن وقتی که اسمی از سند میاد و متنی که درش تایپ کنید، ما باید صفحه کلید رو صفحه کلید رو باز میکنم. عزیزان تو این صفحه کلید عزیزان دقت کنید، یه توضیح روی کلید ها میدم. خب این کلید کپسلوک هست عزیزان، این کلید تبه. این کلید کپسلوک رو اگه فشار بدید یه چراغی این کنار صفحتون روشن میشه، صفحه کلیدتون روشن میشه که این نشون میده که کپسلوک فعاله. وقتی شما کپسلوکتون چراغش روشن باشه، هر کلیدی رو که فشار بدید حروف بزرگ انگلیسی تایپ میکنه. پس کپسلوک فقط برای نوشتن حروف بزرگ و کوچیک انگلیسی و خاموش کردنش باعث کوچیک نوشتن حروف انگلیسی میشه. کلید شیفت عزیزان برای کلیدهای دو حالته استفاده میشه. اینجا دو تا حالت داره این کلیدها، یکیش کولن هست یا همون دو نقطه و زیریش سیمکالن هست، یعنی یه ویلگولی که نقطه روشه بهش میگن سیمیکالن. برای اگر شیفت رو بگیرید این کلید رو بزنید، اون کولن بالایی یا همون دو نقطه بالایی رو با هم میزنه جلوی نوشته شما. ولی اگر شیفت رو نزنید و خود این کلید رو فشار بدید، براتون سیمیکالن میزنه. سیمیکالن یه ویگولی هست که یک نقطه روش هست. خب اینجا اسلش هست عزیزان، اگر بدون شیفت بزنید اسلش میزنه، اگه با شیفت بزنید علامت سوال برای شما مینیمیسه تو نوشتتون. اینجا بک اسلش هست، با شیفت براتون مور یا لوله رو میزنه، مور یا لوله که توی برنامه نویسی کاربرد خواهد داشت برای شما. خب از اینجا منها هست و زیرخط، اگر خودشو به صورت عادی بزنید براتون منها مینیمیسه، اگر با شیفت بزنید براتون زیرخط یا آندرلاین مینیمیسه براتون. کلید بک اسپیس به عقب پاک میکنه. کلید دیلیت اون متن یا اون محیط انتخابی رو براتون پاک میکنه و اینترهایی رو که بعد از دیلیتتون زده شده رو براتون پاک میکنه، یعنی پاراگراف ها رو دونه دونه پاک میکنه و میاد بالا. کلید غیر فعال کردن بنو. کلید تب 8 تا پرش میده کرسر یا مکان نمای شما رو. مکان نما چی عزیزان؟ چون وقتی روی صفحه ورد کلیک میکنید یه چیزی داره چشمک میزنه، به این قسمتی که چشمک میزنه میگن کرسر یا مکان نما. کرسر یا مکان نما که چشمک زنم هست بلینکه. خب آلت و شیفت عزیزان با هم بزنینش، این پایین انگلیسیه، نگاه کن من آلت و شیفت رو میزنم فارسی شد، دوباره آلت و شیفت رو میزنم انگلیسی میشه. پس این آلت و شیفت برای شما کار فارسی و انگلیسی کردن رو انجام میده. این کلیدها رو که برای دوستان گفتم، در آینده انشاءالله یه فیلم قرار میدم که کل کلیدهای صفحه کلید رو برای شما توضیح میدم و روش کار کردن باهاشون رو و حتی نوشتن روشهای خاصی رو که به نام نوشتن کدهای مخصوص هستن عزیزان در اون قسمت براتون توضیح خواهم داد. برمیگردیم به ورد خودمون. خب ما میخوایم یه خط منها برامون بنویسه، هیچ کاری نداره دیگه، شما روی کلید منها فشار میدید اینو می‌نویسید، حاشیه‌های بالا پایین رو می‌نویسید، دوباره یه خط منهای دیگر رو میزنید. خب 2 سانتی متر 2 نقطه، 2 سانتی متر رو که نوشتید 2 نقطه کولن هست دیگه، یعنی چی؟ یعنی همون کلید کناری رو فشار میدید 2 نقطه رو براتون مینویسه. من کولن رو یه بار دیگه این 2 نقطه رو براتون مشخصش کنم کجاست؟ اینجاست. اینا این کلیده، اینو اگه بزنی این 2 نقطه بالایی رو براتون مینویسه و شما راحت میتونید این 2 نقطه رو بزنید. خب
خب گفته حاشیه بالا پایین صفحتون 2 سانتی متر باشه. خب کاری نداره، میاد توی صفحتون حاشیه بالا و پایینش یعنی تاپش رو میکنید 2 سانتی متر، باتون تهش هم میکنید 2 سانتی متر. این تا اینجا. حاشیه چپ و راستتون 3 سانتی متر باشه، حاشیه چپتون و راستتون گفته 3 سانتی متر باشه، این هم 3 سانتی متر. لفت چپ رایت یعنی راست، اوکی این هم شد. اندازه قلم گفته تعیین کنید 14 باشه، کاری نداره، شما متنی که میخواد اندازش رو تعیین کنید انتخاب میکنید عزیزان، میاد داخل اینجا و 14 قرارش میده. بفهم رنگ قلم آبی باشه، هر جا رو خواستید از انتخاب میکنید، رنگ قلم اینه، بفهمید آبی، این آبی هم. فاصله بین پاراگراف های متن 10 پی تی، پس اینو انتخاب میکنیم عزیزان. خب نکته اینه اگر این قسمت رو من انتخاب کنم، این پینتر رو بزنم، این بقیه این مدتم انتخاب کنم، این همون برای من چیکار میکنه؟ خب همه چی انجام داد. خب فونتش هم آبی میکنم که این نوشته آبی بشه. خب حالا گفته چی؟ فاصله بین پاراگراف های متن 10 پی تی. پاراگراف چی عزیزان؟ هر جایی که شما اینتر بزنید و به خط بعد برید یه پاراگراف ساخته میشه، هر جا اینتر بزنید برید خط بعد چیه؟ یه پاراگراف دیگه ساخته میشه، هر جا اینتر بزنید برید خط بعد یه پاراگراف دیگه ساخته میشه. پس هر جا کلیک کنید یه اینتر بزنید یه پاراگراف ساخته میشه. فاصله این سه تا پاراگراف رو میخوایم تعیین بکنیم، گفته چقدر باشه؟ 10 پی تی باشه. خب بیفور قبلشون 10 پی تی باشه یا بعدشون 10 پی تی باشه؟ میذاریم 10. فاصله شون لاین اسپیسینگش 10 پی تی بخواید قرار بدید. اینجا میتونید قرار بدید اگه دوست داشتید. اینو دیگه صفرش کن. بفرمایید اینا رو صفر کنید، اینجا 10 پیتی قرار دارید. بفرمایید فاصله شون شد 10 پیکسل. 10 پیکسل خیلی اندازه کمی هست عزیزان، برای همین متنتون توی هم دیگه رفته. خب ما قبل و بعدش هم براشون یکم بازتر بشه، پس قبل و بعدش هم براش 12 پیکسل قرار دادیم، یعنی الان قانوناً 22 پی پی تی بین اینا فاصله هست، 22 پی تی بینشون فاصله. خب این سال تموم شد، میخوام یه جدولی مثل این طراحی کنیم اصلا. هیچ کاری نداره اصلا. اینسرت رو باز میکنید، تیبل 3 تا سطح دارید، 3 تا ستون، تموم شد و رفت. بفرمایید خب تایپ میکنید داخلش نام فارسیش میکنید، آلت و شیفت نام چی؟ استاد. خب تئوری خط دوم نوشته شده، یعنی اینتر کنید بنویسید تئوری. این هم تئوری، ولی اینجا عزیزان عملی رو مینویسیم. این گفته نگاه، نگفته بره خط بعد، گفته بیاد وسط تنظیم بشه، پس برای تنظیم کردنش وسط باید وسط چین رو اینجا میخواد تنظیمش کنه، اینجاست. بفرمایید تنظیم شد وسط و کنار سمت راست. خب اینجا ICDL میخواییم بزرگ بنویسه برامون، کپس لوک رو میزنیم، میبسیم آلت و شیفت رو میزنیم انگلیسی میشه، میبسیم ICDL، تموم شد. دفعه یک و دوش هم میذارید جلوش، دوباره همینجور کپس لوکتون هنوز روشنه، ICDL 2. بفرمایید اینم سوال بعد که حل شد. خب با استفاده از تب‌ها جدول زیر رو ایجاد کنید. عزیزان شما نام رو می‌نویسید، 2 تا کلید تب می‌زنید، نام خانوادگی رو می‌نویسید، 2 تا کلید تب می‌زنید، معدل رو می‌نویسید، اینتر می‌کنید، پاراگراف بعد سارا رو می‌نویسید، 2 تا تب می‌زنید،
محمدی رو می نویسید، برای نوشتن این عدد نباید اول 65 به ممیز 15 رو بنویسید، اول باید 15 رو بنویسید، بعد اسلش رو بزنید، بعد 65 رو بنویسید. پس اول شما باید 15 رو بنویسید، بعد اسلش رو بنویسید، بعد 65. پس باید از راست به چپ بنویسید که مشکل تو تنظیماتتون ایجاد نشه. خب سال بعدی سبکی به نام تست طوری ایجاد کنید که اندازه قلم آن 14، رنگ قلمش آبی، خط اول پاراگراف آن 1.5 سانتی متر تو رفتگی داشته باشد. خب ما میایم اینجا همین کارهایی که گفته رو انجام میدیم، می‌نویسیم سبک، کلمه سبک رو می‌نویسیم. خب گفته اندازه قلمش 14، سبک رو می‌کنیم اندازش 14، رنگش آبی، آبی، خط اول پاراگراف 1.5 سانتی متر تو رفتگی داشته باشه. اصلا تو رفتگی یعنی چی؟ قبل از بیفور، قبل از متنمون 1.5 سانتی متر تو رفتگی داشته باشه. ببین درست میشه؟ درست شد دیگه، 1.5 سانتی رفت داخل. خب این سبکی که الان نوشتیمش گفته چیکارش کنیم؟ متن رو در یک تایپ و پس از اعمال سبک تست آن رو در صفحه دیگر کنه. ها اسمش گفته تست بذاریم. پس برای اینکه این سبک اسمش تست بشه، من میام اینجا اساساً اینجا نگاه کنید، سیو بکنه سلکشن، اون قسمتی که انتخاب کردیم و به عنوان یه استایل یا سبک، میام اینجا اسمشو میذارم تست. تست بفرمایید، تست بفرمایید، اینم تست. حروف بزرگ شد، من کپسلوک رو خاموش میکنم که تست کوچیک بشه، مثل همون چیزی که خودشون تو تست خواستن باشه. اوکیش میکنم، تموم شد، سبکش بشه. خب گفته متنی رو در یک تایپ و پس از اعمال سبک تست آن رو در صفحه دیگری کپی کنید. خب اول این متن رو انتخاب میکنید، میخوایم سبک تست رو بهش بدیم. خب سبک تست کجاست عزیزم؟ این میگه سبک تست نیست عزیزم، اینو بهش میدیم، دادیم. خب حالا اینو میخوای کپیش کنیم به یه جای دیگه، بفهمید، کپیش میکنیم میبریمش توی صفحه دیگری، صفحه دیگه باز میکنیم، خالی اینجا پستش میکنیم. اینو نشونه ممتحنی که بالا سرتونه دونه دونه میدید. برای سند ایجاد شده شماره صفحه درج کنید. خب این یه سند دیگه، شماره صفحه میخواد. اینسرت پیج نامبر بالاش میتونید، پایینش هم میتونید. من پایین میزنم براتون، بفهمیم شماره صفحه شد. اینم شماره جدول زیر را ایجاد کنید. خب این جدول که کاری نداره، اصلا من براتون یک روش ساده توضیح میدم، خیلی راحت میتونید جدول رو کار کنید. من اینجوری میسپارم، میگم یه ست، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا ستون داریم، درست هستم؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا هم سطح داریم. دیدی چیجور شما آدم؟ یعنی این نمره قبولی تا اینجا یه سطر، این دومی، ببخشید من اینو، این دومیه تا این آخر، نگاه این دومی ها تا این آخر یه سطر دیگه، سه تا چهار تا سطر داریم، یک دو سه چهار پنج تا ستون داریم. پس من میام بالای سر همین جدوله براتون insert، پس شد پنج تا ستون چهار تا سطر، اینو میکشم. خب کشیدمش، حالا چیکار کنم که مثل این بشه؟ اشکال نداره اصلا، این اریزر یا پاک کنه که اینجا تو دیزاین دیده میشه، بفهمید. میاد اینجا اینو نمیخواینش دیگه، درست یا نه؟ بذار من اینو بیارمش توی صفحه بالایی تا بتونیم راحت سبک‌ها رو ببینیم و اعمالش کنیم. بله الان میشه راحت مثل خودش تعیینش کرد. خب ما تو دیزاینش اریزر رو انتخاب میکنیم، این رو نمیخواییم، این هم نمیخوایم، این هم چی؟ نمیخوایم اون دوتا رو، این هم نمیخوایم. بفرمایید این چیزی که تا اینجا وجود اومده همینه، فقط میخواد یه مقداری خب اینا رو
کوچیک‌تر کنیم. بفرمایید. اینو این مقداری. همین دیگه. این یه مقداری اومده. این هم شد. حالا داخلش تایپ میکنید همه چیزایی که اینجا گفتن، فقط میخواد تایپشو بکنید، هیچ کاری نداره. خب برای که اینجا انگلیسی و فارسی با هم تایپ کنید، حتما این خونه ها رو، این چند تا خونه رو انتخاب کنید و این دوتا ابزار براشون فعال باشه که راحت تر میتونید این کار رو انجام. بعدش شما اینجا نام و نام خانوادگی رو تایپ میکنید. خب این اگر بالا قرار نگرفته بود میتونید از این گزینه این رو به بالای صفحه و کنار انتقالش بدید. پس اینم تنظیمات. خب آزمون رو می‌نویسید، بعد آلت و شیفت می‌زنید، ورد رو جلوش می‌نویسید. اینا هم که کاری ندارن، نوشتن شو خیلی خیلی راحت است. اینم جدول است. خب در محیط نقاشی گفته یه تصویر ایجاد کرده و آن را به عنوان بک در نظر بگیرید. خب اون محیط پینت یا نقاشی رو باز می‌کنیم مثلا. این رو میخواییم به عنوان بک‌گراند بندازیم زیر صفحه تو ویو. زومش رو کوچیک میکنیم، میخواییم کل صفحه رو بگیره این که میخواییم به عنوان بک‌گراند قرار بگیره. ببینید میخوام این این چیزی که الان کشیدم به عنوان بک‌گراند اونجا قرار بگیره. من اینو سیوش میکنم تو دسکتاپ و پسوندش هم میذارم. چی بگید چی بذارم برای اینکه بخوام زیر زمینه قرارش بدم؟ خب جی پیج باید باشه عزیزان. جی پیج قرارش میدم و ذخیرش میکنم. تموم شد، میام بیرون. حالا گفته چیکار کنیم؟ تصویر رو گفته کجا قرار بدیم؟ بذاریم بیایم یه باری که سوالو بخونیم. در محیط نقاشی تصویر بده خواهی جات کردیم، آن رو به عنوان بک‌گراند در نظر بگیرید. خب کار نداره، بک‌گراند میخواد بشه. بک‌گراند رو پیج لایوت، اینجا پیج کلور هست، اینجا پیج بوردر هست. بک‌گراند به عنوان بک‌گراند پشت زمینه در نظرش بگیریم. اگر بک‌گراند آماده نداشته باشه راحت تر میتونیم کار انجام بدیم. از آن مجبوریم بریم این عکس رو بیاریم، چون من قبلا توی بوردهای قبلی بک‌گراند رو دیده بودم ولی مثل این که توی این بورد بک‌گراندش نیست و ما باید کاستوم وارما پیکچر سلیکت پیکچر یه دسکتاپتون اینش اینه اوکیش میکنیم. بفرمایید اینم به عنوان چه قرار گرفت؟ به عنوان یک بک‌گراند در نظر گرفته شد. خب یک سر صفحه و پاس صفحه در سند خود قرار دهید. یه سرصفحه و یه پاسفحه میخواد قرار بده عزیزان، هیچ کار نداره. اینسرت رو میزنی، این هیدر بالای صفحتون میزنه براتون، فوتر پایین صفحه میزنه. اینو میدیم اسمش بالا صفحه. خب کلیک میکنیم دوبار تو صفحمون، اینسرت فوتر اینو میزنیمش، میگیم زیر صفحه بیاد، زیر اینم این تا اینجا دو تا کلیک هم تو صفحه میکنی تا این قسمت صفحه بشه. میهیم سال بعد. خب در سر صفحه شماره صفحه و نام آموزشگاه خودتون. خب پس گفته تو سر صفحه تون، سر صفحه اینجا. خب نام آموزشگاهمون میزنم مهندس. خب بعدش گفته چی بزنید؟ گفته تاریخ هم داشته باشه دیگه. آره من نگاه کنم، نه شماره صفحه میخواد. بعدش تو همه جا خواهد شماره صفحه هم بخوره و
برای که شماره صفحه اینجا درج بشه عزیزان، باید از این ست شما پیج نامبرم براش همینجا قرار بدید تا باتون بفرد. اینم شماره صفحه شد. اینجا میشه چی؟ مهندس بفرد. اینم شد اون چیز که میخواد بالای صفحه قرار بگیره. هیدرش هم اینه همینه، گفتش صفحه پاسفه آدرس و شماره تلفن آموزشگاه خودتون بنویسید. بفرمایید عزیزم. میام تو پاسفه، این زیر صفحه اینجا فوترش اینو انتخاب میکنیم، می‌نویسیم آدرس خودمو خودت، هر چی دلتون خواست اینجا میتونید بنویسید. بفرمایید. اینم این. خب کلید آلت و دبلیو رو برای یک علامت خاص تعریف کنید. خیلی مهم هست که شما بتونید سمبول ها رو تعریف کنید. خب من میرم تو مورد سمبول عزیزان، میخوام هر جا کلید آلت و دبلیو رو زدم برای من یک کتاب بکشه. شورتکات کی رو میزنم. چی بود؟ آلت و دبلیو. درسته این بار دیگه من خب تاییدش میکنیم، ثبت شد. میام بیرون. حالا من هر جا کلید آلت رو گرفتم دبلیو رو زدم برام کتابه رو میزنه. تموم شده رفت. خب جدولی با 14 ستون و 3 سطر درج کنیم و سپس با استفاده از ادغام و اسپید آن را به زده زیر تغییر دهید. من اینو قبلش هم انجام دادم، خیلی راحت بود، دوباره بالاش انجامش میدم ببینید. 14 ستون 3 تا سطر، پس 14 تا ستون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 14 تا ستون 3 تا سطر. وقتی اینجوری نمیشه میاد این سطر رو بزنی راحت ترید. بفرمایید 14 تا ستون 3 تا سطر، اینجوری براتون سریع تر میکشتش. بیا خب حالا اریزه رو پارت میدارید، اینا رو پاک میکنید، چیکار نید سه تا اینجا رها میکنید، اینو پاک میکنید، اینو پاک میکنید، اینو اینم پاک میکنید، اینم پاک میکنید. تمام شد. اینم شد همین چیزی که پایین از شما خواسته. میدونید مقداری هم این اینا رو بگیرید کوچ بزرگ کنید که هم اندازه دقیق این پاکی بشه. اون دیگه با خودتونه که خطوطش هم همتراز بکنید. خب عزیزان ما این قسمت رو هم تا این سوال رو برای شما حل کردیم. انشالله که بقیه سوالات رو توی فیلم بعدی دنبال میکنیم.